بسم الله الرحمن الرحیم. په داسې حال کې چې د ولسمشری د ټاکنو پر پروسه او پر نتیجه تقریبا ټول نمایندان اعتراض درلوده، ولی د ثبات او پالنې ټیم دغه اعتراض په شدت سره دوام ورکړ. ان په ځینو مواقعو کې وکتل چې موازی والیان او موازی ادارې رامنځته کړي، نړیوال ټولنې هم تر یو بریده پورې وخت ناوخت د هغوی د دریز د ردولو جرات نه کاوه، یا یې حداقل د هغوی دریز نه ردوه، او کله کله به یې افغان حکومت ته چې کوم ولسمشر غني مشري کوي هغه ته جوړجاړي وړاندیز کوه چې باید د ډاکټر عبدالله عبدالله سره په یو ډول نه یو ډول په سیاسي مشارکت کې جوړجاړی وکړي. دا پروسه ډېر وخت روانه وه. ښاغلی غني خپل حکومت پیل کړی و، ولې اوس له میاشتو هڅو وروسته ویل کېږي کسام لا رسمي سرچینو نه ده تایید کړې، ولې ویل کېږي چې د دواړو لوریو تر منځ یو جوړجاړی رامنځته شوی دی. هغه جوړجاړی چې ځینې مواد رسنۍ ته لیک شوي، ولې چې په هغه شکل سره اوسي د ډېرو خلکو تر اعتراض لاندې وه. 50% سهم د حکومت په لوړو څوکیو کې ډاکټر عبدالله عبدالله ته، همدارنګه تر څنګ یې د مصالحې د ملي شورا رهبري او د هغه نه علاوه د عبدالرشید دوستم دپاره د مارشالۍ رتبه، هغه څه چې لا هم جنبش ګوندې په شدت سره مطرح کوي او وایي چې په هر صورت سره د ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر غني تر منځ کېدونکې تعامل او توافق یوه اساسي برخه دا باید واوسي چې جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شي. خلک په دواړو مواردو باندې اعتراضات لري، که څه هم د مشارکتي حکومت او یا د یو ښه سیاسي تعامل مخالفت څوک نه کوي، ولې په دغه شکل سهمبندي مشابه کوي 2014 کال د ملي وحدت حکومت سره، او فکر کوي چې دغسې وضعیت بیا د عین وضعیت تکرار دی، او هر کله په ټاکنو کې دغسې جنجالونه به دې لامل کېږي چې موږ غیر قانوني پرېکړې وکړو. دا چې واقعا دغه پرېکړه څومره پر ځای ده، ډاکټر عبدالله عبدالله یا د ثبات او پالنې ټیم د دې وواړه وه چې باید 50% سهم په حکومت کې ورکړل شي. د نورو هغه نماندانو سرنوشت به څه وي کوم چې په دې پروسه کې پر دې جریان باندې خپل نقدونه او نیوکې او اعتراضات درلودله، او بالاخره که دغسې وضعیت مختزي سیاسي نتیجه به څه واوسي. سلام وخت مو خیر. تاسو باندې خبرونه زمیر وای سنګ زهر ته وړاندې کوم. البته په سټډیو کې یو ململ رو او د ولستیر ولسمشریز او ټاکنو نومان خغلی محمد حکیم تورسن را سره ململ. تورسن سه په خیر راغلی. خیر راغلی. تشکر ممر. سلام خدمت شما و کارکنان شما و بیننده های نهایت عزیز و گرامی ده. تشکر. سلامت سه. تورسن سه کوم معامله چه کیدون کی ده؟ څومره مثبت نتیجه درلودلی شي؟ خلک فکر کوي چې موږ د یو بحران خواته تللو او د بحران د مخنیوي دپاره ښاغلی غني او ښاغلی عبدالله اړ دي چې دغسې یو معامله وکړي. موافق یاست؟ ببینین جانم، ما در ابتدا هم در مجموع کاندیدا و شخصا خود من همیشه پافشاری مهمی بود که بیاین انتخابات کنار بگذاریم، بریم به طرف یک حکومت موقت و تا زمینه هم برای انتخابات آری از تقلب و تخطی صورت بگیره و هم بریم به طرف مذاکره و مفاهمه با طالب ها تا طالب ها هم بیاین در بدنی حکومت در کنار مردم افغانستان که صلح و آرامش باشه. خواست مردم افغانستان هم همی است که متاسفانه حنا نهایت پافشاری داشتن، به خصوص تیم آقای غنی که ما باید انتخابات بکنیم که تقریبا 160-170 میلیون دلار به مصرف رسید در پروسه انتخابات، و در پالوشی که دیگه کاندیدها و یا خود آقای غنی و عبدالله چقدر مصارف کردن در این پروسه، ولی باز هم متاسفانه که همو آش و همو کاسه. پس چرا انتخابات؟ خوب بود که انتخابات صورت نمی گرفت و همی 160 یا 170 میلیون که 90 میلیونش خود حکومت افغانستان پرداخته بود، همیر هیچ نمی پرداخت، در یک بخش دیگه برای بازسازی و نوسازی به کار می گرفت. امیر می گم به کار می گرفت و همی حکومت وحدت ملی هدامه پیدا می کرد، انتخابات اصلا نمی کرد. آل وقت که انتخابات کردن، مردم رب با پای صندوق رای، سر از این بس نمی کنیم که چی داد شرکت کردن و یا نکردن، ول در حالتش کمیسیون انتخابات اعلان کرد یا یکی را برنده یا یکی را بازنده بر صورتش. پس چرا باز هم معامله؟ پس چرا باز هم تفاهم؟ اگر آقای غنی بخاطر جلوگیری از بحران، شما ببینین جانم، آل بحران است یا زمانی که تفاهم صورت بگیره؟
چی بحران یعنی چی؟ ما تعجب یعنی میکنم. در موازی والیان شما یک بار اجازه بده، شما اجازه بده. بحران در طول 5 سال مردم افغانستان شاهد بحران بودن، به خاطر از اینکه بی‌عدالتی بود، قانون شکنی بود، فساد در حوجش بود. دو تیم به جای از اینکه کارهای مثمر خوب را انجام میدادن، برعکس برای تخریب یکی دیگه خود پرداختن. و در پالوش عالم که اگر ما بگویم ولاغ هیچ آب از آب اگر شور بخوره، اگر فکر بکنی که مردم افغانستان باز هم پیشتمو تیکدار قوم و پیشتمو تیکدار جهاد و مقاومت و یا پیشت یک تعداد که به حساب مردم فریب دادن و در طول همی 42 سال، باز بخصوص در طول 18 سال، باز مردم از اونا حمایت میکنن. مردم هنقدر احمق نیست. او سابق بود که تعداد جوانای ما تحصیل کرده نبودن، به حساب به مکتب نمی رفتن، پنتون نمی رفتن و از رسانه دور بودن، از جهان دور بودن. ولی امروز اکثریت جوانای ما ایرا درک کردن، با جهان وابسته هستن، یا از طریق اینترنت یا از طریق تلویزیون و یا مکتب رفتن، پنتون رفتن، تحصیل کرده هستن، دیگه فریب از ایرا نمی خورن. مگر عملا تاسو اونل در چه نړیوال ټول امریکایان هم ویلی چه باید یو جورجاری وشي، تاسو د چه موازی والیان اعلان شول که موازی تحلیف مراسم تر سره شول. خب همی جاست ما تعجب میکنم، اگر آقای غنی واقعا برنده است چرا معامله؟ اگر آقای عبدالله برنده است چرا باز هم مراجعه به معامله؟ چرا میشناسه به رسمیت؟ او قرآن را خورده چی؟ او قرآن در کمرشان بزنه هر دوشه، به خاطر از اینکه او قرآن است قسم خورد که من از منافع اولیای کشور، از رأی مردم حفاظت و حمایت میکنم، قانون اساسی را رعایت میکنم. حالا خب امی قرآنه که با اردوشان دست خودمان. خب غنی را خب میگن که چوچه انگلیس است، فرض مثال کافر است، یهودی است. آقای عبدالله که تیمش یا خود جهادی هستن، رهبرا هستن، مسلمان هستن، اینا چطور قرآن زیر پا میکنن؟ اینا چطور بالای قرآن به حساب که قسم خوردن او را زیر پا میکنن؟ چرا مردم افریقا میکنن؟ تاسو ویلی چه کدای گتون که اونوال معامله که یا آقا گتون که استاس پا باور چه برخ وی در تاکنه در پروسی نماند وی کمی او گتون که ده؟ ببینین جانمه، خب امیر که اول اگر به تخطی و تقلب باشه، هر دوش برنده نیست، هر دوش تخطی کردن، هر دوش تقلب کردن. کی از برنده؟ خب و خب به نظر به کمیسیون انتخابات که اعلان کرده، کمیسیون انتخابات گرچه مشروعیت نداشت و نداره، ولی در حالتش غنی برنده است. ما طرفدار از این بودیم که یک حکومت مشارکتی، یک حکومت عمشمول به این مفهوم نیست که باز همون موره های سوخته، باز همون کسایی که دزد و رازن و چپاولگر و غارتگر و فساد پیشه و غاصب و فاسد و مفسد و حجن همش دوباره بیاید در حکومت. ما حکومت عمشمول که میگیم، و یا آقای غنی که تعهد سپرده بود که من به هیچ وجه معامله نمیکنم، به هیچ وجه از موره های سوخته را دیگه نمیگمارم، خب به می تعهدات خود عمل بکنه و بره مراجعه بکنه به دیگه کاندیدا، دیگه شخصیت ها، دیگر عذاب است در هیچ در همی جمعیت حرکت حزب اسلامی وحدت اتحاد و در همو جنبش بیترین انسان های با خدا با تقوا هست در جمع مجاهدین. تماما مجاهدین دزد رازن هوباش ولگرد نیست، همه گیش انسان های با خدا بسیار مجاهدینه که تلاش کردن اجازه بتن. اونا نان خوردن خدا نداره، 4 نفر که از نام جهاد و مقاومت از نام اسلام و اسلامیت استفاده کردن، اینا که اصلا باورم ندارم که اینا مسلمان باشن. اگر مسلمان باشن چرا به قرآن عمل نمیکنن؟ و چرا با سرنوشت کشور و مردم بازی میکنن؟ و چرا مردم را تهدید میکنن؟ خب بیاین چرا تقسیم؟ چرا 50%؟ خب آقای غنی و آقای عبدالله هر دوشان بشینن جمع کاندیدا در مجموع همه بشینن، هر کس که شایستگی، لیاقت، ظرفیت، توانمندی، تعهد، عشق به وطن داشت، به حساب محبت بر مردم افغانستان، ترس از خداوند، اونا را بگماره. نه ای که دیگه حق ما را بده. اگر بهی باشه که آقای غنی فریب وزیر بخوره که با عبدالله معامله بکنه، با تیم عبدالله معامله بکنه،
دغه پاسې سرنوشت دغه کاندیدا چی میشه؟ زنده پښتنه کومه تاسو یو لغه نوماندانه وای چې عامه درودل چې تقریبا سل په سل کې ګټون کې ازدي ټاکنو عین ادعا ډاکټر عبد الله ورسل ټاکنو وکړه او لاړه تحلیل مراسم تر سره کړل تاسو ولې تحلیل مراسم تر سره نکړه که باور مدرلوده چې ګټون کې اس تاسو ولې اعتراض نه کړ یا د موازی والیانو پروسه مو شروع نه کړل تر څو تاسو همدای عین سهم درکول شئ ببین جان ما زمانه کې خود کاندیدا دادیم و همیشه صدای ملت شدیم، صدای مردم افغانستان شدیم، قانون اساسی را مد نظر گرفتیم، منافع اولیای کشور و مردم را مد نظر گرفتیم. ما هم انتظار از ایران نداشتیم که آقای غنی قانون جنگل به حساب تطبیق میکنه که هر کس فشار بده و بیه. خب اگر در فشار باشه ما هم ایره یاد داریم، ما هم اواخای خدا داریم، طرفدار خدا داریم، عذاب در کنار ماست، مردم در کنار ماست، مردم افغانستان اکثریت خاموش در کنار ماست که از دست از اینا در طول 18 سال اینمی وزیر و والی و موین و دگه و دگه در سطو آمدن، از دست از اینا بدبخت و بیچاره شدن، کشور به طرف نامنی و بی‌ثباتی رفته و به طرف بی‌ثباتی دگه. ما هم این مردم، این قماش مردم در کنار ما است و زمانی که باز حق و حقوق ما داده نشه ما مراجعه بر مردم افغانستان میکنیم، چون آل مسئله زورگیری شد. بله، چرا باید حق حقوق شما داده شد؟ بحثی است که آیا شما برنده انتخابات هستی برای واقعی یا آقای غنی یا آقای عبدالله؟ ببینین جانم، اگر 5 سال آقای غنی و عبدالله در حرکه قدرت تکیه داشتن، وزیر داشتن، والی ها داشتن، ولسوال ها داشتن، قماندان های انمیه و رؤسای اهمیت ملی و و و و متاسفانه شما رای اردوشانه ببینید که هم آقای غنی که به حساب ما پشت تخطی و تقلبش نمیگردیم 900 هزار رای و آقای عبدالله 700 هزار رای، تنها 700 هزار که هر کدامش تعدید میکنه، همین که امروز جنبش تعدید میکنه، وحدت تعدید میکنه، جمعیت تهدید میکنه، میگه که ما نفر میکشیم در جاده ها میلونی. این نفر میلونی کجا شد که 700 هزار رای داره؟ این کجا شد؟ پس مردم از اینا متنفر است، مردم اینا را دیگه نمیخواه. اما آقای غنی را، اگر آقای غنی هم بار بازم اشتباه بکنه، همون مورهای سوخته، همون کسایی که با سرنوشت از کشور و مردم بازی کرده بازم معامله بکنه، ایمان داشته باشین که مردم افغانستان به جاده ها میبرایه و ما ایره هم سازماندهی خواد کردیم. و ما بازم میگم این معمول است در تمام دنیا، زمانی که کاندید ها خود کاندید میکنن یک نفر طبیعی است که رئیس جمهور میشه، ولی امو کسی که رئیس جمهور میشه طبیعی است هر کس خود کاندیدا داده خود طبیعی است که یک تعداد اواخا و مردم خود در کنار خود داره، تره داره، برنامه ها داره، اینا را هم باید میششت آقای غنی در مجموع و کسایی که شایستگی داشت یا در تیمش کسی که لیاقتش داشت و واقعا تعهد داشت، تکرار میکنم اینا را میگماشت، نه ای که بازم هر کس بیای بزور که تاسو ویلی که حق مدر نکرل شی تاسو می فشار ورده و اعتراض کوی، واقعا که تاسو تا این حق لکه چی دکتر صاحب عبدالله تا ورکول کی در نکرل شی سکوی؟ ببینین جان، ما نمیخواییم که بر ما 50% یا 30% بده. درست، ما میخواییم که واقعا اگر در تیم آقای غنیست، اگر در تیم آقای عبدالله، اگر در تیم ما یا از سایر کاندیدا و سایر شخصیت ها پاکترین انسان ها را بگماریم. ما نمیگیم که برای ما حق ما را بتن 50%، اگر میتا بتن، اگر نیکه نمیتا دیگر غنیام خراب آدم است، عبدالله برای ما بی تفاوت است. ما به خاطر منافع اولیای کشور و خدمت و بر مردم افغانستان، بر تامین سال، شما ببینین یک چیز دیگر، ما مردم افغانستان انتظار از ایره داره بالاتر از نان هاب، انتظار صلح را. آیا با وجود از زنا صلح می؟ اگر میامد در طول 5 سال میامد، آیا طالب های نارا میپذیره؟ پیشتر شما سوال کردین که آمریکا، ای بازی آمریکاست، ای بازی کشورهاست که ای مسئله را دامن زده. آقای عبدالله ای جرأت و شامت داره که الف وفاداری یاد بکنه دمو هر و دپالوی ازی باز بیشینه تهدید بکنه؟
آیا آقای خلیلزاد چند بار رفت با آقای عبدالله شیشت و آقای غنی؟ اگر صادقانه می بود و امو حمایت، اگر هر کدامش که برنده بود، اگر عبدالله بود، میشه جامعه جهانی میگفت آقای غنی تو تقلب کردی، تو خیانت ملی را انجام دادی، در حق مردم عبدالله پیروز است، بگذار که حکومت خودت تشکیل بده. اگر آقای غنی است، عبدالله را در جایش میشن و یا حکومت همه شمول، که خود ایالات متحده آمریکا گفته حکومت همه شمول همیست، منظور حکومت همه شمول ایالات متحده آمریکا جمع ناتو امی است که به حساب آقای غنی، آقای عبدالله با سایر کاندیدا و طالب ها بشینن یک حکومت را بگذار، طالب ها هم بیایه در بدنه حکومت، تا بکی ما شاید خونریزی و قتل و جنایت باشیم. ای را میتونیم که ما چه در غیر از او ای که دیگه هر کس بیایه و تهدید بکنه. ما تعجب میکنم که آقای غنی چرا ای اشتباه را سلامت چه بیام تا سرگر زیوالان داده بلا روبه هم تاوده بحثونه دوام لدیم. بیا هم خراغله خاغله تورسان د لومړنۍ معلومات پر اساس چې لا ډېر دقیق نه دي، خاغله حکمتیار تر ډاکټر عبدالله وروسته خاغله حکمتیار سره او حتی خاغله نبیل سره هم شاید په دې هکله خبرې روانې وي د یو سیاسي تعامل لپاره. آیا نه وړاندیز په حکومت کې د شراکت دپاره یا هم د یو سیاسي معاملې دپاره د خاغله غني یا د حکومت له ادرس ستاسته شوی؟ ببینین جانم، متاسفانه که تا هکنون، خب پیش از او مراجعه کردن، مراجعه میکردن که به حساب ما باید بنف از اونا بگذرم که ما چنین کار نکردم و نکردم و نخواستم، به خاطر از این که بر ما پرارزش از پول و از همه چیز کردم مردم افغانستان بود. ولی حالا میتون نیست که آقای غنی به این خواب و خیال باشه که فکر بکنه اگر جمعیت هست، اونمو جمعیت هست، حزب اسلامی است و حرکت است و وحدت است، دگرا هیچ چیز هیچ کسی نیست. حداقل از امی ازبا کرده. خب من ای که رای ما چقدر بوده چقدر نبوده بر خود آقای غنی و به کمیسیون انتخابات معلوم است، بر مردم افغانستان معلوم است، بر رسانه ها معلوم است، بر شبکه های اجتماعی معلوم است. فکر بکن امی 6500 رای که نه پول داشتم، نه پیسه داشتم، نه وکیل داشتم، نه وزیر داشتم، هیچ چیز نداشتم، نه قدرت دولتی و نه حمایت کدام کشور خارجی را، نه اجن بودم، نه جاسوس، نه غلام. این فکر بکنید که اینمی بالاتر از 6 میلیون رای است، چون پاکترین رای از ما است که نه حتی در سر تا سر افغانستان من نه سفرم داشتم و چون امکانات اقتصادیش نداشتم و مردم افغانستان حتی یک گلاس ها به من نخوردن، ولی رای خود رفتن صادقانه دادن. اگر مارم نادیده بگیرن یه طور نیست که من خاموشتم، کار کردم، کار میکنم، و یه طور نیست که من در جمعیت نفوذ ندارم، در جنبش نفوذ ندارم، در همه جای من یک سیاستمدار کنکار هستم. 49 سال سیاست کردم، سیاست میکنم و به حساب میفهمم که چی باید بکنم. ولی هنوز شما را نادیده گرفتم. در تمام نمی عذاب استعلای خودشان مطرح، من افراد خودت دارم، مواقعی خودت دارم، طرفدار خودت دارم، میتونم که به حساب اینا خود در صحبت میگن و من میتونم که باز جاده بند بکنم، من میتونم شهرها را بند بکنم. در کدام صورت این کار را میکنن؟ خب در صورتی که حق و حقوق مردم افغانستان برش داده نشه، به این مفهومه که اینجا یک تعداد عذاب از دیگه کاندیدها است و حق ما داده نشه و حق ما خورده شه و باز چهار تا دزد و رازن بیای و با سرنوشت از این کشور مشخصا حقتان را تشخیص بکنن. چی هست در حکومت آقای غنی حق شما که برتان داده شده؟ خب ببینین جان ما بازم میگم که ما ایره نمیخواهیم که به حساب چند وزارت بر ما بتو چند. ما مطابق به مو شایستگی و لیاقت ما میخواهیم کادر باتم بر غنی، کادر باتم و انسانهایی را، کدرهایی را که واقعا باعث افتخار خودم، افتخار مردم افغانستان شود، کار بکنه به نفع کشور، به نفع صلح، ثبات، آرامش، ترقی، پیشرفت، نه ای که به نفع جیب خود. و من تعجب میکنم که تا به کی اینا از امی برمی دزدی و غارت چپاول ادامه میتن. خب پول دارن، پیسه دارن. من ایران هستم که
به حساب عدالت خداوندی در کجاست؟ مرض کرونا میایه یا رمی مرض کرونا نمیگیره؟ کاش که منو را یک دفعه بیای تاون و منو را بگیره. این چهار تا رهبر و لیدر می از او کده که بیچاره و غریب نیست. و در پالوی از این من برای مردم افغانستان میگم، مردم نازنین عزیز افغانستان، به لحاظ خدا 42 سال به نام رهبر، به نام لیدر، به نام تیکدار قوم، به نام تیکدار مذهب شما از کشته پشته ها دادین. آیا دینمی زمانه که شما جهاد کردین، مقاومت کردین، بالای یتیمتان، بالای امو جوانایتان که برن تحصیل بکنن، اینا بر زمینه تحصیل به داخل و خارج مساعد ساخت که نساخت؟ امروز که کرونا آمده همگی تان قرنطین هستین، امی رهبرا و لیدرایی که خر لنگ نداشت امروز میلیاردها افغانی دارن، میلیونها دلار دارن و در امنا برای شما چی کمک کرد؟ بازم انتظار دارین که میخواین به خاطر دزدی و رازنی از اینا قربانی بتین، بازم میخواین کشته شوین، بازم میخواین از اینا دفاع بکنین؟ اگر دفاع میکنین شرم باد براتون، شما هم حیا ندارین، شما هم بی حیا ها هستین، شما هم با تمام جنایات از اینا و شریک هستین و در بی‌عزتی خود، در بی‌عزتی هموطنتان، در ناامنی و قتل و قتال هم شما دست دارین. بنا نه حمایت بکنین و نه مردم کل از اینا حمایت بکنین. کلا چه تاسی اولا هست چه خاقل غریب بنده غک کوایی چه لطفا به دقیق شکل ده چه تا باج نور کوی؟ آیا حاضری است دوی پا مقابل که ده خاقل غنی ملاتر بکنی؟ ببینین جانم، در صورت که غنی منافع اولیای کشور و مردم افغانستان مد نظر بگیره، چهره های جدید بیاره بگماره که به خاطر وطن و مردم کار بکنه. ما بر آقای غنی هم میگم که آقای غنی خودت ری سفید هستی، نه خورده میتونی، نه پوشیده میتونی و نه گشته میتونی، هیچ چیز دیگه نمیتونی. خودت هم میگی همیشه که من یک کرتی دارم. خب اول خب ما در یکی از رسانه هم گفتیم که تو بی سلیقه هستی که یک کرتی داری. دوم دیگه ای که تو جرأتش نداری وقتی که یک کرتیگک داری و به حساب مایل به پوشیدن هم نیستی، خوردام نمیتونی. پس چرا زمینه را برای چهار تا دزد و رازن او باش مساعد میسازی که اونا چور بکنن؟ به تو چی نفش؟ به جز از این که سیاروی اجازه بتن، چرا زیر فشار مراجعه بکنه برای مردم افغانستان؟ مردم افغانستان لیدر و رهبرش تنهایی نمی چهار تا اوباش و ولگرد و دزد نیست، کمنا است. شما ببینید ظاهرا خب مردم در کنار از این مردم میچرخن. شما ببینید در کنار روی چی میگن. من پیشتر اشاره کردم که در صورتی که اگر مردم در کنار از اینا می بود 600 هزار رای داشت، حداقل شما ببینید در کنار آقای عبدالله تماما رهبر و لیدر و تیکدار قوم و تیکدار مذهب در کنارش است، رای 600 هزار. تماما قدرت و تخطی و تقلب 200 میلیون دلار هم غنی مصرف کرد، رئیش هم 900 هزار کرد تخطی و تقلب کرد جرم انتخاباتی. آیا ایرم میگه که مردم از در کنارش و ایرم که آقای غنی از چی میترسه؟ بیای اگر آقای غنی بیای به خاطر خدا سه روز مره بیشینه و بگویه که اینمی تو سه روز سرپرست، سی رو سرپرست، ما ببینم و جرات را که بگویه که من شار بند میکنم و من تیکدار قوم هستم و من فلان حزب هستم، ما او جرات را ببینم. یعنی که دری و رزی خاقل غنی وقت هست و سپاری دقس بغاوتون بنوی؟ اصلا چرا کسی بغاوت بکنه؟ چرا بغاوت بکنم؟ من عاجل به شخصیت های ملی مراجعه میکنم، به مو عذاب جمعیت، به مو حزب اسلامی که نه تنها که آقای حکمتیار رهبر است. اگر حکمتیار بود خوب نبود، اگر حزب اسلامی وجود نداره. بهترین انسانهای پاک دامن با خدا با تقوا در حزب اسلامی است، در جمعیت است، در اتحاد است، در وحدت است، در احزاب مختلف است که اونا هم رنج میبرن از عمل کردمی چهار نفره که حزبم بدنام ساختن، جهادم بدنام ساختن، مقاومتم واقعا مردم جهاد کردن که ما همیش گفتیم که به خاطر او کسایی که به خاطر خدا و وطن و مردم خود جهاد کرده سر تعظیم خم و او کسایی که از نام جهاد و مقاومت
استفاده کرده، لعنت و نفرین در هر موقف مقامی که بوده هست و یا در آینده می باشه، که ما از یکش ترس ندارم و نخواد بترسم. و در حالتش اگر آقای غنی حق ما را نداد که حق مسلم ماست، حق مردم افغانستان است، باز شما قبول بکنین که چیز را بر آقای عبدالله و غنی و امی حکومت، باز هم حکومت وحدت ملی، خوبی چاکلیت همو چاکلیت از زایقه، همو زایقه از سه پوشش شاید تبیر بخورد. خود شاید ما مراجعه بر مردم افغانستان بکنیم، شاید که باز او زمان حق حقوق مردم افغانستانه که ما تعهد دادیم به خداوند و بر مردم افغانستان، همون رقمی که در جریان انتخابات که آقای غنی بر من مراجعه کرد، آقای عبدالله معامله نکردم، نرفتم، خودم معامله نکردم، در مقابل پول خودم نفروختم، در مقابل موقف فقط موضع من موضع مردمی بود و از حق مردم افغانستان دفاع کردم. حالا من از حق مردم افغانستان دفاع میکنم و مراجعه میکنم بر مردم افغانستان. نمیخوایم که سرنوشت مردم مظلوم و بیچاره من باز هم به دست چهار تا اوباش باشه. باز هم ما او تجربه پنج ساله داریم. شما قبول بکنین که او بار خوب بسیار زیاد خوب بود، هم بار چون بار آخرشان هم هست دیگه، حکومت اینار مردم هم ای را میفهمه، هم عبدالله هم غنی، آقای غنی را خوب میفهمه که دیگه خلاص است و آقای عبدالله ای را میفهمه که دیگه چانس هم نیست. تماما جنایت و چپاول و غارت هم خواد کرده. ما دیگه نمیخوایم که مردم افغانستان ما بیشتر عزیز ذلیل شوند. آیا چقدر شرم است امی خودت به مسابه یک ژورنالیست، به مسابه یک جوان چقدر رنج میبری که هر روز جامعه جهانی، هر روز کشورها میبینن که در این وطن چی حال است، در این وطن به حساب چی جرم هایی است که صورت نمیگیره. باز هم جامعه جهانی که فشار داره، همیش به حساب خواست داره که مبارزه با فساد بکنه، کار به اهل کار بسپاره، اما کمک هایی که صورت میگیره بر مردم افغانستان، همور بر بازسازی، نوسازی، ترقی، تحول، پیشرفت، بر برقتان، سرکتان، جادهتان به مصرف برسانه و در پالوش برین با طرف مخالفینتان که طالب هاست، با اینا کنار بیاین بیشینین، اینا میفهمن. تاسو دلته یو دغه سیاسی مشارکت رنوال نه دی، واجب سیاسی معاملې روان دي. تاسو ګورئ چې ښاغلی نور الله خفه دی، پر دې چې ډاکټر صاحب عبدالله راځي دی خواته، ډاکټر عبدالله نازیا صاحب غواړي، بیا ډاکټر عبدالله سره خپل متحدین لکه صلاح الدین رباني او عادل فهیم دوی مخالف شوي دي چې ولې صدارتي نظام رامنځته نه کړ. عین وخت کې د جنبش ګوند هڅه کوي چې جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبه واخلي. دا وضعیت واقعا دی او چور وضعیت ته ورته نه دی؟ ببینین جانم، من همه آقای ربانی و یا آقای مسعود یک تعداده که در حجه نمیخواه که آقای عبدالله بره معامله بکنه، من اونا را حق به جانب میدارم. نه اوی وی چی معامله دو کرده ولی پس صدارتی نظام نه پرده چه سهم دیوارد. خب ببینین جانم، اول قانون اساسی است. بین که در طول پنج سال گذشته هم اینا تعهد سپرده بودن که بعد از دو سال لوی جرگه را دعوت میکنن در تغییرات در قانون اساسی میارن که اینا را مزه داد و ایرمی میفهمیدن که باید چنین ادامه پیدا بکنن. من در یکی از رسانه هم گفتم اگر در یوتیوب هم مراجعه بکنین، اما هست که من گفتم که هر دوی از اینا سازش دارن، هر دوی از اینا سازش میکنن. من در ابتدا شش ماه هفت ماه قبلی تشویش داشتم که هر دویشی کارهای ساختگی را میکنن، اینا پس دوباره معامله میکنن. اگر معامله، بازم تاکید میکنم، اگر هوش برنده است چرا معامله، اگر هوش برنده است چرا معامله. خداوند بنیاز قرآن اگر واقعا بر حق است، به این ماه مبارک رمضان همینا رو خو یک دفعه توتت بکنه. خداوند همیشه معجزه خلق کرده و معجزه آفرین است، یک معجزه دیگه هم بکنه که مردم واقعا همی دنیا بفهمه که قرآن کلام خداست و با همه چیز بازی باریش بابا بازی نمیشه، با قرآن معامله نمیشه. گرچه اینا به کعبه هم رفتن قسم خوردن، به کعبه هم اینا چون بوته بعد از اینا را خداوندم اعلا داده، اعلاشان داده، ماندشان دیگه که بیشتر از این روسیا شوند، بیشتر از این شرمنده دیگه. حکومت سرنوشت بسوی چه هر سوک پا که دخپل سهم پلاته که دیگه واقعا نتیجه به دیره خطرناک نوی؟ خطرناک هست، چون در حالتش فقر مردم بیشتر تهدید میکنه،
ناهمنی بیشتر تهدید میکنه، چون اینا نمیخواید. شما ببینین اول دمی شبکه های اجتماعی، ما زمانی که باز اوقات که فرصت می داشته باشم میبینم، ولا منهای سی یک افغان بسیار درد میکشم، رنج میکشم که خب یکی افغان است یکی افغان میگن. درست افغان همه ما هستیم، تاجه کزاره پشتون ازبک کل هر کسی که در افغانستان زندگی میکنه افغان است، هر کسی که تابعیت از کشور داره افغان است. ولی چرا ما بگوییم که فلانی پشتون هتر کرده و تاجک هتر کرده و ازبک هتر کرده و... خب نه بدون تاجک کسی ایجا حکومت میتونه، نه بدون پشتون ایجا کس حکومت میتونه، نه بدون ازبک، نه بدون ترکمن، نه بدون حتی حق اونو هندور کس خورده نتانست که در مجموع 3300 اهل حنود ما در افغانستان بود، ولی باز برای هم دستنا جای دارن 3300 نفر هم به ولسی جرگه. پس ببینن یعنی بسیار دردآور است که ما میشینیم خود توهین میکنیم، همین که یک ملیت توهین میکنیم، یک قوم توهین میکنیم، اصلا به خود ما توهین است. ده استاد سیاف او پخوانی ولسمشر مشر احمد کرزی لوری دی به منځ کې ډېرې هڅې وشولې تر څو دوی یو جوړجاړي ته ورسېږي او د سولې پروسې لپاره موږ موجود خنډونه لرې کړو، دغه منځګړیتوب یا وساطت څنګه ارزوئ؟ خب ببینین، من هم با آقای کرزی هم ششتم دیدم، صحبت کردم، همراهش گفتم، شاید آقای کرزی هم، من چند بارم برای آقای سیاف هم تلفنی تماس گرفتم و گفتم که میخوایم یک بار ببینم. نه تنها که شما دو نفر به حساب جمعی از ساهر شخصیت های ملی را بیارین بشینیم که چونین بازی صورت نگیره، چونین معامله صورت نگیره و اینا رو بشانه منافع اولیای کشور و مردم که متاسفانه هم آقای کرزی صادق نیست، هم آقای سیاف صادق نیست، هم دنل میزنن هم دمیخ. اگر اینا صادق میبودن، من آقای کرزی خوب میشنوه که اوجا آقای نبیل هم بود، آقای خب بسیار دوستا همه گشته بودن، به حساب پیش از ماه مبارک رمضان بود که سر نان چاشتم بودم، همی پیشنهاد کردم برشان که شما دو نفر نه، شما یک ده پانزه نفر میریم به حساب میشینیم، هم آقای عبدالله را قناعت میتیم، هم آقای غنی را قناعت میتیم که به لحاظ خدا معامله دیگه بس است. بیاین حکومت همه شمول به این مفهوم نیست که اگر تو بودی تو آقای عبدالله با تیمت همه شمول است، اگر نه که نبودی افغانستان میریزه همه شمول. یو بل ضرورت چې تاسو وایي ښاغلی غنی نه باید معامله کړی وی، ولی یو ضرورت دا و چې تاسو همانه ګورئ د سولې پروسه مخ پر وړاندې لرو، د نړیوال ټولنې او د ولس فشار دا و چې د سولې د پروسې لپاره باید دلته یو جوړجاړی وشي، دا سیاسي بحران حل شي تر څو موږ د سولې پروسې ته موافقانه واحد دریڅه خلاص. ببینین جانم، درست است که ما پروسه صلح را پیش روی خود داریم که در اولویت باید قرار بگیره و در طول این مدت که هست، درست در طول این مدت که آقای غنی تنها حکومت میکنه و چندین وزیر خودم معرفی کرد، چی شد؟ چی شد؟ کدام ولایتش سقوط کرد؟ کی سقوط داده تانست؟ کی توانمندی را داره؟ پیشتر اشاره کردم که این عذاب و یا این رهبرا و رهبرای سابق نیست که از حمایت واقعا مردمی برخوردار باشه، صرف چهار تا اوباش بلگرده که غاصب است، فاسد است، مفسد است، از یک تعداد از اینا حمایت میکنه در که چون منافعشان در همی است که زمین چور میکنن و فساد میکنن و غصب میکنن و امثاله هم معدنا رو به یغما میبرن، اونا ازشان مردم هم به خدا از همه اردوی از اینا متنفر است. اگر همیج یک شامت کار داره، یک قربانی کار نه داره. اگر ما بحران سیاسی را ادامه میدادیم سرنوشت پروسه سال هم بر هم میخورد. چرا بر هم بخوره؟ ولی عمل یعنی شما میبینید شما ببینید جانم واحد نتونستیم صحبت بکنیم با طالبان. ببینید جانم درست است که طالب ها نمیخواست، چون امیر میفهمه که آقای غنی یک معاملگر است و آقای عبدالله یک معاملگر است و ایجم نه تنها منافع اولیای کشور و مردم، منافع بعضی از کشورها رو اینجا مد نظر دارن. اینا اگر تو فکر بکنی که این شهامت آقای عبدالله داره یا این شهامت آقای غنی داره که مقاومت بکنه و یا این چلنج بده، خب فشارها هست، کشورها هست که به حساب بالای اردوشان فشار میاره، در حالی که اگر ما از غلامی کشورها برایم،
از به حساب از تحت فشار کشورها نریم، مراجعه بر مردم افغانستان بکنیم. یکی دنیا از ما حمایت بکنه، حمایت مردمی نباشه یعنی چی؟ همی حکومت چی؟ چی مفهوم داره؟ که در حوج سال نباش، ثبات نباشه، آرامش نباشه، به حساب خوشبختی نباشه، بازسازی و نوسازی، ترقی و تحول نباشه. این چی مفهوم داره؟ یو مذاکراتی تیم اعلان شو تاسو حتما اوریدلی هغه که د ځینو شخصیتونو حتی ضامن ولا د هغې علاوه وایي چې د مصالحې عالي شورا جوړېږي چې هغې کې به یې رهبري به یې ښاغلی عبدالله کوي او د سولې پروسه پر مخ وړي. ستاسو نظر په دې هکله څه دی؟ ببینین جانم، بازم من تاکید میکنم اگر در شورای عالی صلح، اگر عبدالله آمد صلح میشه و یا اگر غنی آمد صلح میشه، اگر نه که یک شخصیت ها و چهره های جدید آمد صلح صورت نمیگیره. برعکس چهره های جدید که بیایه، اونا میخواین که صلح در افغانستان بیایه، چون اونا غاصب و فاسد و مفسد نیست. اونا از حکومت که باز بعدن در آینده میایه و یک حکومت مقتدر، اونا احراس ندارن، چون غصب نکردن، چور نکردن، چپاول نکردن، دزدی نکردن. اینها که از حکومتی که یا از یک دولتی که واقعا درش صلح باشه، ثبات باشه، باز قانون اساسی تطبیق شود، در اوج بازخوا طبیعی است که باز با دزد و رازن و غاصب و فاسد حساب میشه، محاسبه میشه با تک تک از اینا. که من بارها فکر میکنم یک مصاحبه اختصاصی ما با امرای خودت داشتم که اوجه گفتم هم که 500 قبر تیار است. ما اگر رئیس جمهور می شدم دیگه باز امرای از اینا ما محاسبه می کردم که جانم تا دی روز خر لنگ نداشتی. چرا رئیس جمهور نشدن با وجود اطمینان 100 درصدی؟ یک سوال بود که بیننده البته مطرح می کنه. بله، این گپ بسیار خوب است. بر از این که من رئیس جمهور نشدم چون حمایت کدام کشور نداشتم، غلام و حجن رای بردن یا شما اجازه بدین من غلام و حجن تا کدام کشور نبودم. یک دوم دیگه تفنگدار نداشتم که تفنگ های غیر قانونی در اختیار، پول های بباد رفته نداشتم که غصب و چور و چپال، رای مردمی خود داشتم. من وزیر و وکیلم نبودم، من رئیس اجرایه نبودم، صدر یا رئیس جمهور نبودم. من یک شخص بسیار عادی در بین توده ها بودم و من هم انتظار از این را داشتم هم که مردم افغانستان از من حمایت بکنن. و تا جای برای شما هم معلوم است که شبکه های اجتماعی یعنی بالاتر از 200 حتی 300 هزار به حساب سر صحبت ها بودم و پخش می شد، یعنی مردم حمایت خود کردن. بازم من میگم که من به مسابه، من چون یک افغان هستم، افغان بودیم، افغان هستم، هیچ وقت غلام نه کدام کشور بودیم، نه غلام کدام کشور میشم و جز بر ما با ارزش منافع اولیای کشور و مردم است، نه مسائل ملیت، مذهب، زبان، نژاد، قوم، عز و تنظیم، نه کشور که امریکا باشه و یا کشور که بنگلادش. بر ما منافع کشورم و منافع اولیای مردم مطرح است. سر بیر پرده چه تاس شدید مخالف از داسه و جورجاری پا دغا شکل سر اولی او خوشبینی موجود در دوال تیمونو تر منس چه که دغا وضعیت کولی شی پا داسه او خطرناک و بحرانی وضعیت که چه کرونا آفت لیا و خانه در جگره بحث شدید شوی لبر خانه د دوالو ډاکټر صاحبانو ترمنځ جوړجاړی کولای شي چې او سیاسي ثبات رامنځته کړي. دغه سیده ببینین جانم، خب اگر باز هم هر دوی از اینا بشینن و چهره های جدید، نه موره های سوخته، نه کسایی که دزد و رازن و چپاولگر و غارتگر و فساد پیش است، اینا را هر دوی از اینا بیاین بشینن و چهره های جدید بیارن، وزیر، والی، معین و امثال هم تعیین بکنن، به نفع منافع اولیای کشور و مردم خود کار بکنن، بریم به طرف مصالحه و مفاهمه با طالب ها، بریم به طرف دادن حق مردم افغانستان، بریم به سپردن کار به اهل کار، بریم به مو کمک هایی که جامعه جهانی بر مردم افغانستان میکنه که باید مردم از این حالت و پریشانی بره. شما ببینید پیشتر از کرونا هم گفتین که در یک کشوری که هنوز اگر ما مثل دگرا باشیم چی خواهد شد؟ در این پول هایی که برامی کرونا
تخصیص داده شده از این هم دزدی میشه. به لحاظ خدا من نمیفهمم حیا کجاست، شرم در کجاست، ترس از خدا هست نیست؟ اینا به نام خدا کسی را میشناسن، باور دارن، یا ظاهرا اینا مسلمان هستند در باطن از اینا کده خبیث و از اینا کده کثیف و رذیل شاید وجود نداشته باشه. و امی اسرائیل که اضافتر میگن به خدا سگ اسرائیل سر از اینا شرف داره، برای از این که حداقل اگر فلسطینی را میکشه ولی مردم خود خو از گشنگی و تشنگی نمیکشه. در این شرایط، در این حالت که مردم ما نان نداره، بیچاره است، از پیسه نانوایام خود دزدی میشه. و گرچه خبر شدم که یک تعدادشان میگه کرونا گرفته، که خداوند به نیاز همی کرونا را یک افسانه و بهانه بکنه، به خیر همینا را بی پاسپورت بهشت ببره. بهشت که بهشت هم ولاغ رنگش ببینه. من مطمئن هستم بهشت او جای ساده نیست، ولی در حالتش خود اگر چنین ادامه پیدا بکنه که باز انبیاء اینا بشینن و تضاد بین خود داشته باشن و یکی دیگه خود تخریب بکنن و وزیرای دزد بازم بیارن، والی های دزد بازم بیارن، طبیعی است که نه تنها که ما شاهد آرامش، سعادت و صلح و ثبات نمی باشیم، بلکه شاهد نامنی های بیشتر، فساد بیشتر، حتی سقوط حکومت هزنا شاهدش خواد بودیم. خب برای بیننده ها و برای خود تمیگم بیاد داشته باش، اگر حنا بشینن باز هم امی چهار تا دزد و رازنه و پول های کمک جهانی را بیارن، مطمئن باش که اینا در غم جیب خود هستن و یک حکومت به کمترین وقت سقوط میکنه، یا طالب و یا کسای دیگی با دست با طالب و عبدست خواد شدن و برای نجات مردم افغانستان از چنگ از اینا، چون اینا هستن که طالب است. اگر اینا نباشن، امی چهار تا دزد و رازن نباشه، من مطمئن هستم که طالب نه وجود نداره. برای از اینکه میری امراش میشینی طالب چی میخوای؟ بیا بشین. و یه طور نیست که یک تعداده که دیگه عذاب، من بازم تاکید میکنم که دیگه عذاب بیا وزارت بکنه، طالب بگویم بیا در حکومت سلای تبت تسلیم بکو برو خیشاوه بکو. اینه کدام منطق میپذیره؟ خب بگزا بیایم و وزیر داشته باشه، بیای انتخابات صورت بگیره. مردم افغانستان اگه برای طالب رای داد که رئیس جمهور شد، بگزا رئیس جمهور شد. این خواست مردم افغانستان است. چرا من مخالفت بکنم و چرا تو؟ اگر مردم برش رای نمیداد، چرا باز طالب بخیزم مردم قتل عام بکنه بکشن که چرا مرا انتخاب نکردی؟ بیاین وزیر شون، بیاین والی شون، بیاین از تریبیون به حساب بمون مبارزات خود ادامه بتن، نه از میلی اتفاق. در سهم و سهم بنده وقت دی اولاندیزونه کی که خاقلی تورسان تا اولاندیزوشی چی در خاقل غنی حکومت که کار و کریمانه؟ ببینین جانم، نه شخصا تاسو، بله، هدف ما خدمتگذاری برای مردم افغانستان است. ما حداقل اگر آقای غنی بیای و از همراه ما، گرچه شاید مراجعه بکنه، بله، جایی دو تا دزد و سه تا رازن و چپاولگر خب من به حساب میگیرم و کار میکنم. اگر ما هم نرم او هم نرم، ما زمان که حکومت همه شمول میگیم، ما میخواهیم که ابی جمع کاندیدار باز شخصیت ها عذاب دیگی هست در افغانستان که صرف اینمی جمعیت و حرکت و حزب اسلامی و وحدت و اتحاد نیست، بسیار عذاب دیگی است، بسیار شخصیت های دیگی است، نه ای چهار تا دزد و رازه دیگه. اونا هم مراجعه بکنن، بشینیم همی کشورک خود آباد بسازیم، با رسیدگی به زندگی مردم مظلوم شاید. و یک ولی اوس تاسو په خبره کې اشاره وکړه چې په هیڅ صورت به اجازه ور نه کوي چې حکومت یوازې د ښاغلي عبدالله او ښاغلي غنی ترمنځ تقسیم. بله، اگر مردم افغانستان نادیده گرفته شوه، زمانی که میگم مردم افغانستان یعنی ما، چون ما نمایندگی از مردم افغانستان میکنیم، اگر ما نادیده گرفته شیم، طبیعی است که دیگه بازواده مراجعه برای مردم افغانستان و اجراءات و اقدام خواد کردیم. اونو آده باز ما برای آقای غنی میگم که مارشالی یعنی چی؟ مارشالی یعنی چی؟ اگر به مارشالی باشه خب بازواده ما ادعا میکنیم که ما فیت مارشال است.
چون ما هم سای منصب هستم، هم تورن جنرال هستم. موافق نیستن با بحث مارشالی هم دیگه؟ ببینید جان من، اول خود امو کسایی که پیشنهاد میکنن مارشالی را، اما نا خود یک بار درک بکنن که مارشال بر کدام کسا داده میشه. کسی که حداقل یک دستاورد بر منافع اولیای کشور و مردم داشته باشه، کشور نجات داده باشه از یک کشور خارجی، از یک تاجم خارجی، و یا اینمیال طالب در هیچ می جنگه. جنگ در افغانستان است، داعش هست، القاعده هست، سایر گروپ های توریستی هست. بله. کم و ایجا اینو برو اول پاک کن، برو تصفیه کن همین سلاحی را که علیه حکومت خودت استعمال نکو، مردم خودت را تهدید نکو، حکومت خودت را تهدید نکو که باز من میکشم. برو داعش بکش، برو سایر گروپ های توریستی در یک کشور که آرامش آمد، سعادت آمد، وجدانن حق داری آقای جنرال دوستم که فیت مارشال شدی، برای ازی که مردم افغانستان به دستاوردت میبینه. حال چی است؟ مردم افغانستان گرچه آقای جنرال دوستم بسیار رفیق امام هست، بسیار رفیق امام هست و رفیق بسیار سابقه دارم، من برش میگم که آقای جنرال دوستم، تو که معاون حول بودی با رأی مردم افغانستان، تو از مردم، از حقت، از معاونیت حول تو دفاع کرده نتانستی، چی گفته برای تو مارشالی بتن؟ سلامت سیتور تنسی اجازه بتن. و مارشالی را کسی میگیره که به حساب حق خود، حق مردم خود، بر ختم جنگ، بر آرامش، سعادت، صلح و ثبات عمل بکنه. او آده بازم میگم مارشال نه، فیت مارشال برای تبریک باشه. زمانی که القاعده به حساب جنگ نبود در افغانستان، جنگ نبود، شیر مادرت آقای جنرال تشکر. دوستم دیر من نکوم ده تیر ولس مشری زور تاکنو نمان خاقل عبدالحکیم تورسن بخیر رغلی سلامت دوست تشکر مادن. البته ده بحث موضوع مو ده خاقلی غنی او خاقلی عبدالله ترمنز جورجاری بحث ده چی پدیش پورازه که گرم شوه ده دوال لوری توافق ده نگدی سی بیدی، ولی یو زلبیه هم توافق ده 50 سالانه سه هم او زی نور امتیازات و پر سرده کم چی یوش میر خلقی پر حق نمنفی نظر لری او موافق ندی. خاقلی تورسن هم یو لحقو چویلی دغس یو معامله سر قطعا موافق ندی، او کداس یو معامله کیگی نو دوی به هم ده خلق و ده حقون ده پاره سرکون تراوزی او غلی بکینه نی. تر بیام پاک اللہ مال لالی دلمو مننه.